من فکر میکنم جمعیتی که پشت سر من در این مکان جمع بشن از جمعیتی که در میدان آزادی جمع شدن و جمهوری اسلامی اونها رو نشون داد بیشتر خواهد شد. همونطور که میبینین جمعیت دارن اضافه میشن، در واقع برنامه هنوز شروع نشده، تا ساعتی دیگر برنامه در این مکان شروع میشه. اینجا دقیقاً جایی هستش که در روز 1 اکتبر جمعیتی بالغ بر 50,000 نفر به دعوت انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی آیا حامد اسماعیلیون در این نقطه جمع شدن و در واقع یک رکوردی بود در تاریخ اجتماعات سیاسی در این شهر، شهر ریچموند هیل، شهر ایرانی نشین در شمال شهر تورنتو. و خب جمعیت اضافه خواهند شد. در تورنتو و شهرهای دیگه هم تجمعاتی از این دست هست برای در واقع گفتن نه به جمهوری اسلامی و دوباره فشار به دولت کانادا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی. تجمعی که امروز در این مکان داره برگزار میشه به دعوت گروه عاشقان ایران هست، گروهی که متشکل است از جوانان ساکن تورنتو کانادا که سعی کردن که از در 5 ماه گذشته تلاش کردن و تجمعاتی از این دست رو برگزار کردن. معمولا تجمعات بسیار پرشوری هم بوده، جمعیت‌های بالای 25,000 نفر، 30,000 نفر رو در تورنتو برگزار کردن. من در کنار خودم خانم ماهتابان خضویی رو دارم، یکی از اعضای گروه عاشقان ایران و از برگزار کنندگان تجمع امروز. خانم خضویی، یک مقدار برامون توضیح بدید انگیزه شما از برگزاری این تجمع چه است؟ امروز ما مثل چندی ماه گذشته گروه عاشقان ایران در کنار عاشقان واقعی ایران اینجا جمع شدیم، جمع خواهیم شد. همطور که اشاره کردی هنوز به صورت رسمی شروع نشده مراسم، تا نشون بدیم در 44 سالگرد دهه زجر جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی نشون بدیم که قدرت ایرانیان واقعی خیلی بیشتر از خود جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کاذبه، جمهوری اسلامی واقعی نیست، اما آدم‌هایی که اینجا هستن، بچه‌هایی که داخل ایران هستن، در خیابان‌ها هستن، اونها که عاشقان واقعی ایران هستن و قدرت اونها خیلی برتر هستش. و از جانب دیگه ما می‌خوایم فشارهای خودمون رو دولت کانادا چند برابر کنیم تا بدونه که باید سپاه پاسداران رو داخل لیست تروریستی جایی که لایقش هست قرار بده. و همونطور که قبلا هم گفتیم این اتفاق یه اتفاقیه که بدون هیچ رفت و برگشتی باید اتفاق بیفته. یک خواسته ایه که نه فقط ما، در کل دنیا خواسته ای ایرانیان هستش. و همونطور که میدونین با این اتفاقات این چند وقت اخیر، اتحاد و همبستگی که بین همه مردم ایران از هر قشری، از هر عقیده سیاسی و عقیده های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و جمهوری اسلامی به شدت ترسیده از این موضوع، و ما امروز اینجا هستیم تا این رو بیشتر به جمهوری اسلامی نشون بدیم که پیروزی با مردم ایران هست.